یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. ولایتی بود به نام شکرستون، مردمونش همه خوب و مهربون. بله، سال نو قصه نو، بریم و ببینیم ماجرای امروزمون چی. خب بذار ببینم، این که خواجه اقبالمو مشغول کارشه. نه، گمون نمی کنم از این خواجه اقبال قصه ای در بیاد. بریم جلوتر ببینیم چه خبره. این که خواجه فرزانه، انگار داره بری میشه خواجه اقبال. بهتره برگردیم، این دوتا هر وقت به هم میرسن یه قصه ای درست میشه. سلام خواجه اقبال عزیز، سال نو مبارک. با سلام دوست عزیزم فرزان، ایگه تو هم مبارک. خب فرزان جان، چه خبرها؟ چی کارا میکنی؟ ای سلامتی، تازه دید و بازیده تموم شده و خیال دارم این آخر تعطیلات رو برم خونه و تخت بخوابم و استراحت کنم. عجب، یعنی سیزه بدرم نمیخوای بیای بیرون؟ نه آقا، کجا بیام بیرون؟ هیچ چیزی بهتر از این نیست که روز 13 گوشه خونه راحت بشینی و بی خودیم از خودت 13 بدر نکنی. وای 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 وای، عجب اشتباهی. تو میدونی سیزه بدر کردن چقدر مهمه؟ میدونی اگه سیزه ها تو بدر نکنی ته یه سال چه بلاهایی به سرت میاد؟ سیزده بدر کدوم اقبال جان؟ اینقدر تفکرات منفی اندیشانه نداشته باش. من خودم آخر مثبت اندیشیم، همیشه هم برام اتفاقای خوب میفته فرزان جان. میدونی برای چی؟ برای اینکه همه سیزده ها و بدشانسی هامو تو سیزده از خودم بدر میکنم. جدی میگی؟ عجب. بله، ببینم تو سبزه پارسال تو بردی بندازی تو رودخونه؟ وای عجب اشتباهی. حدس میزنم حتما تموم سال گذشته رو تو الافزار سرگشتگی ها ویلون بودی. آره، نفهمیدم تو از کجا میدونی. خب همینه دیگه گلم، اگه چمن گره نزده باشی گره ها یکی یکی به جای چمن میفته تو کارا. اگه تو بیابو وسطی بازی نکرده باشی تموم سال مثل توپ این ور اون ور پرت میشی. اگه اقبال نگو، تمام این بلاها که گفتی سال گذشته سرم اومده. بله، برای همینه که میگم باید سیزده رو درست حسابی بدر کنی. منو که میبینی یه برنامه ریزی دقیق برای سیزده بدرم کردم تا هیچ کاری رو از قلم نندازم. ببینم میشه یه کپی از اون برنامه تو به منم بدی؟ چرا که نه، بیا گلم، اینم فهرستی از کارهایی که باید تو سیزه به در انجام بدی. برو از همین الان وسایل لازم رو تهیه کن که برای فردا آماده باشی. بله. مگه سیزده به در فرداست؟ بله گلم فرداست. بله. بایی نه، پس زودتر باید برم، وقت زیادی ندارم. خب من آقا رفتم، خدافظ خدافظ. برو به سلامت، خوش بگذره. بله، و اینجوری بود که خواجه فرزان با جدیت مشغول تهیه وسایل سیزده بدر شد. ای خانم ضعیفه، منزل منزل کجایی؟ کجای منزل؟ چرا جواب نمیدی؟ چیه با من ایوا؟ منزل چیه؟ خوبه منم به تو بگم حجره؟ بیا ببین تلویزیون چه فیلم سوزناکی گذاشته. خانم ول کن این فیلم ها رو، زود بجن وسایل سیزده بدر آماده کن که زندگیمون در خطره. وا، مگه به این زودی سیزده بدر رسی؟ بله خانم، کجای کاری؟ سیزده بدر هم این فرداست. خیلی خوب باشه، حالا چرا اینقدر نگرانی؟ خانم انگار تو متوجه نیست یا سیزده بدر که علکی نیست، کلی دنگ و فنگ داره. از همین الانم هم که بجنبیم به زور بتونیم وسائل لازمشو تو فردا آماده کنیم. سلام آقا جون. سلام و زغ نبود، معلوم هست تو کجایی پسر؟ خجالت نمیکشی با این قد و هیکلت همش علافی میکنی؟ ده آقا جون باز علکی گیر دادی. خب تعطیلات عیده، کاری نیست انجام بدین داداش.
کی گفته عید تعطیلاته؟ عید خودش به اندازه دو ماه کاری کار داره. حالا زود برین این وسایل رو آماده کنین که برای 13 بدر فردا کلی کار داریم. چی شد آقا جون؟ شما که این شخص 13 بدر نمی‌رفتی؟ اون مال گذشته بود. از امسال 13 بدر یکی از مهمترین مراسمایی که باید انجامش بدیم. حالا اینجا باید نسین بر رو بر منو نگاه کنین. برجو تو برو بازار کاوس گنجبین بخر. زحمت بیا تو هم وسایل این لیست رو تهیه کن. پس خودتون چیه آقا جون؟ منم کلی وسایل هست که باید تهیه کنم. اینو ببخشید توپ دولایه جهت وسط. آقا ببخشید شما توپ دولایه وسطی دارین؟ نه خیر. ببخشید نمیدونین کجا دارن؟ هیچ جا. ببین جانم توپ دولایه رو باید خودت درست کنی، مگه شما بلد نیستی؟ نه یعنی بلد بودم ولی خب یادم رفته، مال قدیمه. خب پس باید کتاب آموزشی هم بخری. کدومشونو بدم؟ چگونه توپ خود را دولایه کنید؟ نوشته افشین قطبی. دولایه کردن توپ در 3 دقیقه نوشته دیگو مارادونا. توپ دولایه کن خود باشید نوشته آنجلینا جولی. کدومو بدم؟ لطفا اون آخریه بد نبود، همون آخری رو به هم بدین. اولین بار توپ توسط سومری ها در 2000 سال قبل از میلاد دولایه گردید و بعدها به دست میرزا عبدالکریم دولایه چی در سال 895 شکری وارد شکرستان شد. ای بابا تا این کتاب تموم بشه که 13 به در اومده و رفته. بلش کن بابا، خودم یه کاریش میکنم. خب دولایه شد دیگه، زود باش دولایه شد. سلام آقا جون، توپ خریدی؟ آخ جون بدش من دلایش کنم. آقا جون دلایش کردم. وای پسر جون تو واقعا نابغه‌ای. بله هر طور که بود وسایل لازم برای 13 به در آماده شد. خب عزیزان من، فردا برای همه ما روز سرنوشت سازیه و ما باید همه تلاشمونو بکنیم تا تمام نصیحای زندگیمونو بدر کنیم و از اونجایی که فردا کلی کار داریم از همین الان میخوابیم تا فردا صبح زودتر بیدار بشیم. ولی الان که سرشبه آقا جون. حرف نباشه بخوابید. چراغ چرا خاموش کردی آقا جون؟ گفتم بخوابید. ای بابا. بله بالاخره هر طور بود اون شب همه خوابیدند و صبح روز 13 به در فرا رسید. بچه بجنبین بود این وسایل بیارین، زود باشه. آمدیم آقا جون. این دیگه چیه؟ آتاری رو کجا میاری؟ اونجا که تلویزیون نیست. دلستون کنار نفتی نسی اومدم. تلویزیون رو کجا میاری پسر جان؟ میخوام اونجا دیویدی تماشا کنم آقا جون. ای بابا مگه اونجا دیویدی پیدا میشه؟ فرزان بیا این دیویدی پلیر رو بذار جلوی ماشین که یه وقت نشکنه. ای بابا این کارا چیه؟ آخه اونجا که اصلا برق پیدا نمیشه. فکر اونجاشم کردیم آقا جون، بیا اینا بگیر ببین. این دیگه چیه؟ بله و بالاخره هر جور بود آقا فرزان و خانوادش راه افتادن به طرف شکراب رود تا 13شون رو بدر کنن. امسال همچی 13ی بدر کنیم که تا آخر سال هیچ بدبختی از یه فرسخیمونم رد نشه. ایوا چرا بنزین تموم شد؟ من که همین دیروز پرش کرده بودم. زحمت باز تو با رفیقات رفتی با این ماشین ولگردی ها؟ وای از قصه این تفلک بینبا امسال به کاممون زر شد. ای بابا اینجا هم که خبری نیست. آها یکی داره میاد. خب آقا بنزین داری؟ بابا بنزین. ای بابا این که رفت و یکی دیگه اومد. آقا بنزین 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 بنزین. ای بابا همه رفتن. خب حالا چی کار کنیم؟ سلام آقا.
بنزین میخوای؟ بله، ببین شما بنزین داری؟ یه 40 لیتری به ما میدی؟ من که بنزین ندارم، میگم که بوزی تو بنزین داری با آقا بودی؟ چه خوب، بوزی جان لیتری چنده؟ 400 سکه، وای چه ارزون. چه خبره آقا، کجاش ارزونه؟ بوزی جان آقا میگه خیلی گرونه، ارزون تر نمیدی؟ ای چه بوزه بی انصافیه، ارزون ترم نمیده. آقا بهتر از کسی دیگری بنزین بخری، بزن بریم. آقا کجا میری؟ وایس آقا قبوله، بده همون لیتری 400. باشه کوفتت بشه بوزی. ببین مردک با اون بوزه نامردش، نه بوزه نامرد با اون مردک صاحبش بنزین قیمت خونه باباشون به هم فروختن. ولی خب عیبی نداره، بذار این 13 بدر بگذره، اون وقت 1 سال تموم واسه این روز شکلک در میاری. چی شد؟ چرا همه جا سبز شده؟ ای وای نه، وای نه به شکر آورود خوش آمدید بچه ها، بالاخره رسیدیم به همون جایی که باید میرسیدیم. ای وای خوش آمدین. بفرمایین، این کارتم خدمت شما. عرض بازدید از منطقه باساری شکر آبروده در حدود 6000 سال قبل در این منطقه شهر باسانی شکر آبرود قرار داشت. کدوم شهر؟ من که اینجا یه دونه ساختمونم نمیبینم. خب اینم از خوششانسی شماست که اگه ساختموناش مونده بود که باید کرایه ساختمونم میدادین آقا. باز خوبه اینجاش شانس آوردیم. بیا آقا اینم پولش. بچه ها زود زیرانداز رو پهن کنین که یه خستگی حسابی بدر کنین. پس شما میخواید اینجا بمونین؟ بفرمایین، پس اینم قرض خدمت شما. ایبا این دیگه چیه؟ من کمی الان یه قرض پرداخت کردم. اون مال بازدید بود، این مال اقامته، البته قابلی نداره. ای بابا دیوونم کردین با این همه قرض. بیا بگی بابا ولمون کن بچه ها، بجنبین که کلی کار داری. دست درد نکنه، خوش بگذره. خب اعمال روز 13 به در، اول بازی وسطی، انجام بازی وسطی موجب می شود که یه سال مثل توپ این ور اون ور پرت نشوی. بچه ها بودو این وسطی. آخ جو بگی شما نمی کنی برای بزنی، نمی کنی با شما سوز کنو. نمی کنی. الو منم آقا جون. تویی بذارم زمان، چی کار داری بابا؟ چی آقا جون، فقط بگی که اومد. وای منو میزنی الان نشونت میدم، بگی که اومد. آخ دماغم، این چه بده چی آقا جون، دماغ فوله. کیف کردی یا بگی نه؟ کیف کردم ها، ببین چی کار کردی آقا جون، تو بافتک بالای درخت، حالا خودتو ماش میاری نیست پایی. ای بابا تو هم شلوغش میکنی ها، این که کاری نداره، الان خودم درستش میکنم. گرفتمش. ایوان آقا جون تو پا آوردی پایین، اما چی کلاتو موند اون بالا. زق نبود، خب برا میرم بالا خودم میگرمش پایین دیگه. میرم بالا 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 بالاتر یه کمی دیگه میگه. ای بلا آقا جون کلاتم انداختی پایین. مواره ولی حالا خودم این بالا گیر کردم. راسته میگی آقا، اما خیالی نیست آقا جون، حالا با این کلا میزنم چی میندازمت پایین. نه نزن، اون وقت دوباره کلا اون بالا گیر میکنه، بیا با این سنگه بزن. پسه من گاهی حیرون این هوش و استعداد تو میشم. آقا جون یه سنگ بیشتر نداریم، تکون نخواه که خطا نره داداش. بگی که اومد. نه حال کردی آقا جون، موفق شده. خب
مرحله بعدی تا بازی برو بریم سمدیم. بریم آقا جون. خوبه؟ خوبه. محکم‌تر. محکمه دیگه آقا جون. محکم‌تر. وای بدم چه محکم تا بدی که همه این اصیا از وجودم بپره. حالا چطوره؟ الو سلام چی شده؟ نه بابا بیان چی چیزی گفته بی خود کرده الان اون جاش اصلا کسیانه به خودش خط و پت علکی نکنه بابا بگی بشی بابا با موقع که تو به دیپ دمینی میگفتی دیپ دمینی بابا تخوادم یه هلی بودا دلت بچه ببینمه چمچین حالشو بگیرم که نگو پس آقا جون کشش آقا جون کجایی؟ من اینجام والای درخ گیر کردم وای 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 نگران نباش آقا جون الان میارم ات پایین آی نه 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 پسرم آی آخ آخ پونزد و نمد و شیش ای بابا این چمن گره زدنم عجب کار سختیه ببخشید علف های شما من نمیدونستم معذرت میخوام جون شما اصلا نمیدونستم سرم مردم آقا جون بازم که شما بالای درخت گیر کردید که ولی نگران نباش الان چی میارم ات پایین نه 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 پسرم جام خوبه نیارم پایین جون من نیارم پایین بله هر طور که بود آقا فرزان همه مراحل سیزده بده رو به انجام رسوند اینم که انجام شد اگرچه پدرم در اومد ولی جای شکرش باقیه که تمامی مراحل رو با موفقیت به انجام رسوندم بارون بچه بادایین زود برگردیم بله و اینجوری شد که آقا فرزان به خونه رفت و تموم اون سال رو با خوبی و خوشی زندگی کرد خوشمزد آقا فرزان شما که هنوز اینجایی یه گارم بنزینمون تموم شد پمپ بنزین بوزی هم تا فردا تعطیله مجبوریم امشب و یه جوری هم اینجا شر با کنیم یه خوری که این تو خب اگرچه اون شب شب بدی بود ولی فرداش آقا فرزان خوشحال و خندان به خونش برگشت بلاخره همین نسیه رو از خودم بددر کردم الان به شکل یک آدم خوشبخت به استقبال سال نو میرم پسال با دست جمعی رفته بودیم این گاگوری ها رو باش تازه امروز دارن میرن سیزده بده نگاه کن یه گاگوری دیگه چقدر گاگوری اومده الو اقبال جایی آقا بگو چی من دیروز همچی سیزدهی به در کردم که همه این اصیا رفتن پی کارشون راستی پسر تو چقدر جدی میگیری من باز شوخی کردم چی رو شوخی کردی؟ ماجرای نحسی سیزده رو نه آره بابا سیزده به در که رفتی به نحسی نداره سیزده به در مال اینه که بری توی طبیعت رو کیف کنی چی؟ یعنی همه چیزایی که درباره نحسی سیزده گفته بودی علکی بود؟ به خاطر دروغای تو پدر من گرم اومد الان میگی علکی گفتی؟ ای بابا دروغ کدومه شوخی کردم حالا دیر نشده رابیا برو تو طبیعت رو کیف کن وایسه ببینم مگه سیزده به در امروز وای نه تاریخ سیزده به درم به ام دروغ گفتی نه این یکی دروغ سیزده بود چون میترسیدم روز سیزده به در نبینمت درست زودتر دروغ سیزده رو بهت گفتم سیزده به در خوش بگذره اقبال
اقبال، من تو رو کبابت میکنم، زنده زنده آپزت میکنم. وایسا وایسا ببینم کجا میری. وایسا وایسا مرد کجا داری میری؟ نه 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 با شما نبودم بابا، ببخشید صورت تمام شده. انگار آقا جون باز بالای درخت گیر کرده. بچه اون سنگ رو برده بریم آقا جون رو چیه نجاتش بدیم. باشه بادا بادا باشین بیاین، به سریال بعد از اون نمیرسیم. عجب ماجرایی بود. بهتره تا نحسی آقا فرزان ما رو نگرفته همینجا قصه رو تموم کنیم. خب اینم از حکایت امروزمون. تا یه روز دیگه و یه برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.